مقامات آذربایجان عارف یونسوف یک فعال جامعه مدنی را برای بازپرسی به دادستانی دعوت کردند. عارف یونسوف به خبرنگاران گفت همسرش لیلا یونسوف و یک حامی شناخته حقوق انسان در آذربایجان را پیش از خود او مجبور برای بازپرسی بردند. این دو نفر را ماه اپریل از حق خروج از آذربایجان محروم کرده و گفتند آنها را در رابطه با پرونده یک خبرنگار آذری بازپرسی میکنند که او با جاسوسی به نفع ارمنستان متهم شود. در شهر مسکو محاکمه دادگاهی ماکسیم مارسینکویچ که ملتگرای اشدی روس شروع شد که او را به برانگیختن عداوت ملی از طریق شبکه اجتماعی فکنتکت متهم میکنند. مارسینکویچ بار سوم است که با این اتهام محاکمه می شود. در صورت ثابت شدن گناهش ممکن است که این ملتگرای روس را برای 5 سال روانه زندان کنند. دادگاه شهر الماتا در قزاقستان جریال قب قالیبای سردبیر یک مجله را برای نشر مقاله درباره ادولف گیتلر جریمه کرد. ماه پیشتر از این هم دادگاه جریال قب قالیبای را به تحقیر چند سابقه دار جنگ بزرگ وطنی گناهکار دانست. این سابقه داران قزاقستان سردبیر را به ترغیب غایه های گیتلر متهم کردند. اما هیئت تحریریه مجله میگوید که هدف نشر مقاله درباره ادولف گیتلر نشان دادن میراث بدی او بود. در ترکمنستان امتحان های قبول به دانشگاه های عالی ادامه دارد. برای صاحب شدن به عنوان دانشجو 25000 نفر عریضه دادند، ولی بر اساس کوتای مقرر کرده رئیس جمهوری ترکمنستان تنها 4 آنها حق تحصیل در دانشگاه ها را به دست می آورند.